عجیب است. خیلی عجیب است. آهای! سر به زیر به کجا می روی؟ مگر به طویله می روی؟ اینجا که طویله نیست. اینجا طویله نیست؟ پس چیست؟ تا نیزه در شکمت فرو نکردم برو! پیش از آن که نیزت کاری شود پرسشی دارد. بگو. کشتن سهل تر است یا... یا اندیشیدن؟ ای نابکار. میخواستم به درون روم، راه بر من بسته. چرا؟ که اینجا طویله نیست. میپرسم کجاست؟ نیزه نشانم میدهی؟ گفتم برو. بگذار نیزه در شکمش فرو کنم. آرام آرام. میبینی سندر پوش؟ او گستاخی را نمیبخشد. گستاخ نیم. پرسشی دارم. به جای پاسخ نیزه نشانم میدهید؟ حقیقتاً نمیدانی اینجا کجاست؟ پنداشتم طویل است. میخواستم به درون روم. نابکار! آرام آرام آرام! گستاخی اندک کن شندر پوش. تو به درگاه سلطان رسیده ای؟ سلطان؟ سلطان کدام شماست؟ هیچ یک. هیچ یک؟ پس چرا مانع ورود منید؟ مگر تو اهل این شهر نیی؟ هستم. پس میدانی که ورود بی اجازه سلطان ممنوع است؟ پس شما چه کاره اید؟ ما نگهبانیم. از احشام؟ بله. از احشام نگهبانی میکنید؟ اینجا بارگه سلطان است. سلطان کیست؟ سلطان سلطان است بی پرسش. سلطان مردمان است بی پرسش. کدام مردم؟ که نیزدار مانع اوست با مردم. نیزدار مانع لجام گسیخته ایست چون تو. پس او سلطان خران است. برو مردک برو. منو قصد دخول از کسمه. ورود بی اجازه سلطان ممنوع است. سلطان کیست؟ ما نه وزیریم نه وکیلیم نه داروغیم. ما گزمه ایم. <تص->
پس دیوانه اید. قسم اگر می گریزد که شما را به نگهبانی آن گماشته اند. دیوانه توی؟ اینجا بارگه سلطان مردم است. من نیز از جنس مردمم، به تمنای سلطان آمده ام. کیستی تو؟ بهلولم. بهلولی؟ آره بهلول، تو خیش سلطانی؟ آره. پس چرا شندره به تن داری؟ از تصدق سر سلطان است. خب کارت چیست؟ باید ببینمش. آه اندکی درنگ کن تا بیایم. دور از نیزم بیست. اگر به نیزه ای تو حلاک شدم چه باش؟ اگر به قیمت رسد طالبم، اگر نرسد نمیخرم. چگونه به قیمت میرسد؟ عدالت و انصاف اگر در میان باشد به قیمت میرسد. شما عیار کنید، ملک شماست. هم میتوانید بهای بهشت طلب کنید، هم پیشکش کنید. این ملک میراث است، چند تن از اون ارث میبرم. من تنها یک رأی دارم، قصد فروش ندارم. چون شما خواسته اید به دیده منت، اما به قیمت. ما که دست و زبان شما را نبسته ایم. خبری روانه کنید قیمت کند. من آن باغ را رویت نمودم، میدانی ملاک؟ من آن نارنجستان را دوست دارم، آن بوی خوش و عطر افسونگرش را، آن کوچه های طویل که سراسر شکوفه است و هر صاحب دلی را مست می کند. من آن بوی را می خواهم، آن فضا را. خاکش از آن شما، شکوفه هایش از آن من. آن بوی را به چند می فروشید؟ بوی بهارش پیشکش شماست. باشد، اینک بهار است، پس نامحرم در نارنجستان نباشد که زنانم آزاد باشند. شاید مدتی در آنجا درنگ کنیم، شاید زود برگردیم. در هر حال فردا در نارنجستان خیمه خواهیم زد. سلطان! سلطان! چه پیش آمده است؟ مردی شندر پوش بر درگاه است، شما را میخوانم. کیست؟ بهلول است. بهلول؟ چه میخواهد؟ بی ربط میگوید. چه میخواهد؟ دنبه. دنبه؟ دنبه. روانش کنید به سوی ما. اطاعت میشود سلطان. مضحکه میکند، تفریح میکنیم. نظر بدهید، باید مایه تعجب او و مزاح خود شویم. قبل از هر چیز گوشمالیش دهید. او خیش من است. با سلاح خودش برانیمش. کدام سلاح؟ مسحکه؟ چگونه؟ بهلول با مسحکه پرده دری می کند. اگر به جد با او باشیم شکست با ماست، چرا که حربه طنز بسیار تیز است. باید که مسحکش کنیم. چه فکری در سر داری؟ تنها چاره شمشیر است. با
بگذار او بگوید. آنچه خواسته برایش مهیا میکنی. دنبه؟ خیر قربان، شلغم. قدری شلغم پخته از مطبخ به جای دنبه برایش میآوری. برو مهیا کن، برو. رخصت. آنچه داشتی دادی؟ ندادم، گرفت. او نگیرد اسرائیل میگیرد. خوش آمدی بهلول، چه شد که یادی از ما کردی؟ خشک شد. کجا؟ درونم. خلیفه به خلافت، طبیب به طبابت، به نزد طبیب رو. رفتم. چه شد؟ داروی تجویز کرد. دادگاه به داد، درمان در بازار، به نزد عطار رو. رفتم. چه شد؟ داروی من به نزد شماست. عجب طبیب خوشقریحه‌ای. پس درمانت در زیارت ماست. دنبه درمان من است. چون به خیش نیافتم، به قصد تو شتافتم. در طلب دنبه به قصد من آمدی؟ عجب هوشمندی تو. برای بهلول دنبه بیاورید. ماندی چرا؟ عجیب است سلطان. چه؟ قهر تو فراگیر است. حتی دنبه هم از چربی تهی شده. من از شهری که تو سلطانش هستی میرم. لال شدی چرا؟ با سلاح خودش با او بجنگ. چه بگویم؟ خاموش. باز خواهد آمد، خود چارهش میکنم. مهیا شوید، به نارنجستان رویم. میخواهم سلطان را ببینم. نمیشود، بی اجازه نمیشود. طفلانم از گرسنگی و سرما نحیف و رنجورند. به تنشان مانده پوستی و استخوانی. سلطان باید دردم را درمان کند. ده قال مکن، برو. اگر نیزه در شکمت فرو کنم به من رنجی نمیرسد. برو. بکش، بکش، بکش اگر میتوانی. تو از جنس منی بدبخت. ترا گماردن بر من. اگر مرا بکشی پنداری پدرت را شهید کرده ای. ای حناق بگیری، برو، کار دست من مده. نمیروم تا دادم نستانم. نمیروم. برو. برو. نمیروم. برو دیگر. برو. نمیروم. چه شده؟ چرا فریاد میکنی؟ بهلول به فریادم رس. دردت چیست؟ جان دارد از تنم می رود. آن که ازرائیل از دستش می گریزد توی. جان دادن که آسان نیست. رانم شکسته، درد امانم را بریده بهلول. طفلانم از گرسنگی و سرما نحیف و رنجورند. من رنج می برم، رنج بهلول. چرا چنین شدی؟ از دار بست افتادم. چه مدت است؟ از یک ماه بیشتر است. کار چشم چران عاقبتش این است.
از داربز که زمین را نگاه نمی کند. خناق، اگر وحلول نبودی رنجور می شدم. اگر طاقتش را داشته باشی علاجت می کند. دردش بسیار است. بدتر از درد مرگ نیست. درمانم کن وحلول. خیزران در خانه داری؟ به چوب می بندی مرا که درمان شوی؟ ندارم. از سلطان می گیرم. از سلطان؟ آری، آنچه آنجاست از آن ماست. برویم به خانه. برویم. طبیب نیامد. کمی جوشانده گاف زبان آرامش می کند. سکوت کنید، من سکوت می خواهم. نمی شود کاری کرد؟ خیر. چرا؟ شبانه آن ملاک نارنجستان را به 50 بنچاق تقسیم کرده و به 50 خانوار بخشیده و خود به کربلا گریخته. گزمگان با نیزه بیرونشان کنند. نمی شود، قیام می کنند. گزمگان ما بسیارند. نیمی از آن را به گزمگان بخشیده. فرمان من؟ آب و باد و خاک از زمین برچیده شوند، سرمایی سخت شکوفا را بخشکاند و نارنجستان را تباه کند. شکوفا همه به قصر من آیند تا قصر من سپید شوند. دیگران از مستوفی و از گسمه و داروبه و مردم همه در خاک شوند. فرمان میدهم گزمگان، این بهلول را به چوب ببندید. اطاعت سلطان. بزنید مرا، بزنید مرا که خدا شما را خواهد زد. بزنید با شلاق، با چوب، با تبر، با تیشه. چه در دست داری که این چنین نگهبان آنی؟ شما برای درد استخوان. میدانستی که سیاست میشوی؟ مگر همیشه غیر از این بوده است؟ با جسم پر درد چگونه ای؟ منو بر تخت دیدی؟ آری. چه زیبا نشسته بودی و چه زشت برخواستی. زشت و زیبا را دیدی؟ تن نحیف در خون شناورت را هم دیدم. چرا چنین شد؟ چون من خواستم. گناهم چیست؟ دمی بر تخت تکیه زدی و من برآشفتم. سزای من چه بود؟ تنی رنجور و خون آلود. من دمی بر تخت بنشستم، چون این ادب شدم. لاف کمتر زن. وقتی به تو میاندیشم موی بر تنم راست میشود. خاموش. دمی بر تخت بنشستم، چون این مکافات شدم. عمری بر تخت نشسته ای سلطان، چه خواهد شد؟ یاوه کمتر گوی. به گزمگان من بگویید مردمان پست را از نارنجستان بتارانند، چون نارنجستان از آن من است. بتارانیدشان. من صبح با زنانم به نارنجستان می شوم.